سرخط خبرها. بلینکن به ایران هشدار داد خاموش کردن دوربین‌ها بحران هسته‌ای را تشدید می‌کند. اسرائیل خواستار هشدار آشکار آژانس به ایران شد. تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای ایران در کمیته روابط خارجی سنا. و نفتالی بنت در مورد ایران ما با رفتن به سوی سرمعادلات جدیدی را رقم زده. مشروع اخبار. بلینکن به ایران هشدار داد خاموش کردن دوربین‌ها بحران هسته‌ای را تشدید می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفت اقدام تهران به حذف 27 دوربین نظارتی آژانس تنها منجر به انزوای بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه 19 خرداد گفت که ایران با برداشتن دوربین‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور نصب شده بود، در معرض خطر انزوای بیشتر و تشدید تنش‌ها قرار می‌گیرد. بلینکن در این حال تاکید کرد که بازگشت به توافق هسته‌ای هرچند در معرض تهدید قرار گرفته است، اما از روی میز خارج نشده است. یک روز پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر آژانس پنجشنبه گفت که ایران روند برداشتن 27 دوربین نظارتی از سایت‌های هسته‌ای در سراسر این کشور را آغاز کرده است. در ادامه آن نیز آژانس بین‌المللی اعلام کرد که ایران علاوه بر 27 دوربین نظارتی نصب شده از سوی بازرسان آژانس، کنتور جریان در کارخانه آب سنگین خود را نیز برداشته است. اسرائیل خواستار هشدار آشکار آژانس به ایران شد. نفتالی بنت آژانس باید به ایران پیام روشنی بفرستد که اگر به سیاست سرپیچی هسته‌ای خود ادامه دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. همزمان با دومین روز جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی تحولات پرونده هسته‌ای ایران، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از این نهاد دیدبان سازمان ملل خواست تا پیام روشنی به ایران بدهد. بنت سه‌شنبه 17 خرداد طی سخنانی در کنست پارلمان اسرائیل گفت از شورای حکام آژانس انتظار داریم چراغ خطر آشکاری را در مقابل رژیم تهران قرار دهد و روشن کند که اگر به سیاست سرپیچی هسته‌ای خود ادامه دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه تا جمعه هفته جاری در وین تشکیل جلسه می‌دهد و انتظار می‌رود برای اولین بار از ژوئن 2020 با تصویب قطعنامه ایران را محکوم کند. اما بر اساس پیشنویس ارائه شده به شورای حکام، احتمال می‌رود پرونده ایران فعلا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشود. تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای ایران در کمیته روابط خارجی سنا. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصویب طرحی علیه پهپادهای ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی با عنوان متوقف کردن پهپادهای ایران را تصویب کرد. بر پایه مفاد این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان با رأی مثبت قریب به اتفاق قانونگذاران تصویب شده بود، آمده است که با تبدیل شدن این طرح به قانون، ایالات متحده از دستیابی ایران و گروه‌های وابسته به ایران به هواپیماهای بدون سرنشین، از جمله قطعات تجاری موجود که می‌تواند در حملات علیه شهروندان ایالات متحده و کشورهای شریک استفاده شود، جلوگیری می‌کند. در صورت تصویب در مجلس سنا، این طرح با امضای رئیس جمهوری آمریکا به صورت یک قانون لازم الاجرا در خواهد آمد. نفتالی بنت در مورد ایران ما با رفتن به سوی سرمعادلات جدیدی را رقم زده. نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در گفتگویی با اکونومیست مدعی شد ما در حال اجرای دکترین اکتاپوس هستیم. ما دیگر با شاخک ها یعنی گروه های نیابتی ایران بازی نمی کنیم. ما رفتن به سوی سرمعادلات جدیدی را رقم زده ایم. اکونومیست با اشاره به برخی فعالیت های خرابکارانه رژیم صهیونیستی در داخل ایران نوشت که تمامی اعضای امنیتی تل آویو با رویکرد جدید این رژیم در قبال ایران موافق نیستند. برخی از پیشکسوتان اطلاعاتی این رژیم گفتند این کار بیشتر از آنچه که ارزش داشته باشد درد سر دارد. این نشریه نوشت که بنت در حالی که در تلاش بود تا مسئولیت هیچ عملیات خاصی را در ایران قبول نکند، از تاکتیک‌های جدید علیه ایران حمایت کرد.